اولین جلسه دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم در شهر آنتورپ بلژیک به دلیل اتهام فرماندهی عملیات بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین در پاریس با ارائه کیفرخواست دادستان بلژیک پایان یافت. برای بررسی این کیفرخواست و بازتاب مطبوعاتی این دادگاه همراه هستیم با آقای شاهین قبادی. سلام عرض می‌کنم آقای قبادی خدمت شما و خوش آمدین به این برنامه. بفرمایید. من خدمت شما و همه هموطنان عزیزم و همه بینندگان سلام دارم، به ویژه به قهرمانان کانون‌های شورشی که هر روز با فعالیت‌های افتخارآمیزشون ناقوس مرگ رژیم ضد بشری رو پرطنین‌تر به صدا در میارن و نشون میدن که مردم ایران تا سرنگونی تام و تمام رژیم دست از مبارزه و مقاومت بر نخواهند داشت. آقای قبادی با تشکر از شما برای حضورتون توی برنامه ما، نکات مهم کیفرخواست دادستان دادگاه اسدی و اهمیت سیاسی اون چیه؟ لطفاً برامون توضیح بدین. بله، همونطور که میدونید بعد از بیش از 2 سال تحقیقات گسترده کشور بلژیک در همکاری با ارگانهای زیربط فرانسوی، آلمانی و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی، روز جمعه گذشته اولین دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و 3 تا از همدستاش در شهر آنتورپ بلژیک شروع شد. همونجوری گفتید در این جلسه از دادگاه دادستان کیفرخواست خودش رو که مبتنی بر یافته ها و نتیجه بیش از 2 سال تحقیقات گسترده اروپایی بود رو ارائه کرد. دادستان از جمله تصریح کرد که این تصمیم برای این عملیات نه در شخص اسدی بلکه در توسط تمامیت رژیم آخوندی اتخاذ شده و در بالاترین سطوح این رژیم این تصمیم گرفته شده. دادستان همینجور تصریح کرد که اسدی شخصا مواد منفجره را با هواپیمای مسافری از تهران به وین آورده، کاری که کاملا غیر متعارف هست و باعث حیرت حضار در دادگاه شد. دادستان همینجور تصریح کرد که اسدی سالهاست با مزدورانی که در رابطه با این طرد عجیل شده بودن در ارتباط بوده و مبالغ هنگفتی پول به اونها داده و به طور خاص در کیفرخواست خودش در چندین نوبت تأکید کرد که هدف اصلی فعالیت‌های وزارت اطلاعات سازمان مجاهدین خلق ایرانه و به طور خاص در گرد همایی بزرگ ایران آزاد در سال 1397 سوژه اصلی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت بود و تصریح کرد که اسدی بارها این رو به مزدوران از جمله به امیر سعدونی تصریح کرده بود. با توجه به طیف گسترده از مدارک و اسنادی که دادستان در کیفرخواست خودش به اون اشاره کرد، دادستان درخواست اشد مجازات برای اسدی یعنی 20 سال زندان رو کرد، همینطور برای 2 تا دیگه از دستیارای اسدی 18 سال و برای نفر دیگه 15 سال درخواست زندان کرد. این دادگاه طبعا با توجه به اینکه اولین بار است که در طی بیش از 14 گذشته یک دیپلمات رژیم آخوندی مشخصا به جرم تروریسم در یک دادگاه اروپایی مورد محاکمه قرار میگیره، با توجه خیلی گسترده مطبوعات رو شد و میشه گفت که در رأس اخبار اروپایی اون روز قرار گرفت و تقریبا تمام خبرگزاری‌های مهم بین‌المللی و رسانه‌های تراز اول به این دادگاه پرداختن و همه تصریح کردند که مجرم اصلی اسدی نه تنها یک دیپلمات تروریسته بلکه یک عضو ارشد وزارت اطلاعات رژیم هم هست. این خبر همونجوری گفتم از صبح جمعه توسط تمامی خبرگزاری‌ها مخابره شد، تمام طول روز جمعه و همینطور شنبه هم ما شاهد موجی از انعکاسات و توجهات بودیم و بسیار از رسانه‌ها روی این نکته تاکید داشتند که این دادگاه وقتی اسدی و همدستاش رو مقصر به اصطلاح مشخص بکنه تأثیرات خیلی جدی در روابط رژیم و اتحادیه اروپا خواهد داشت و دیگه نمیشه اوضاع به گذشته برگرده. متشکرم از توضیحات جامعتون. من خودتون اشاره کردین ولی میخواستم تصریحا سوال کنم که
بازتاب مطبوعاتی این دادگاه چی بود و به طور خاص رسانه های بین المللی روی چه موضوعی مشخصاً تو رابطه با این دادگاه انگشت گذاشتند؟ برای همه خبرگزاران روی این نکته تاکید داشتن که دادستان و مدارکش نشون میده که این تصمیم شخص اسدی نبوده، بلکه این تصمیم حکومت آخوندی بوده برای این عملیات و بالاترین مقامات رژیم درگیر بودن. این نکته بوده که تقریبا در همه خبرگزاری‌ها روش تاکید شده، روی این موضوع که شخص اسدی شخصا بمب رو تحویل بمب گذارها داده، این هم تاکید شده، امری که کاملا غیر متعارف است. و همینطور در بسیار نقاط این استدلال اسدی و رژیم که او به واسطه اینکه دیپلمات بوده از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار رو کاملا در این انعکاسات رد کردن و گفتن که کاملا وکلای مشخصا شاکیان خصوصی این استدلال رو کاملا رد کردن و گفتن که مسئولیت دیپلماتیک شامل اسدی نمی شده و آنچه که رژیم داره تعبیر میکنه به عنوان مسئولیت دیپلماتیک یعنی این که عدم پاسخگویی در مقابل قانون در هیچ وضعیتی. همونجوری که گفتم این خبر از صبح روز جمعه و در از پنجشنبه قبل از دادگاه توسط خبرگزاری‌ها مخابره شد. از صبح جمعه بسیاری از رسانه‌های تراز اول جهان بهش انعکاس دادن. در طول روز جمعه مستمرا با روند تحولات دادگاه به خصوص خبرگزاری‌ها اخبارشون رو به روز می‌کردند و با توجه به استدلالاتی که در دادگاه از طرف وکلای شاکه خصوصی و همینطور دادستان ارائه می‌شد، محتوای گزارشات به روز می‌شد و نهایتاً هم در روز شنبه ما در رسانه‌ها به خصوص در رسانه بلژیک با موجی از انعکاسات گسترده مطبوعاتی در این رابطه روبرو بودیم که هم تاکید کردن که جلسه بعدی دادگاه پنجشنبه آتی خواهد بود و بعد هم که دادگاه در 3 الی 4 هفته قرار است که حکم خودش رو صادر بکنه. با تشکر، گفتگویی بود با شاهین قبادی برای تلویزیون ایران آزاد در رابطه با دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست در حال محاکمه رژیم ایران در بلژیک.